ملکا ذکر تو گویم که تو شاهی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی. با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام و صلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. با ادب و احترام بسیار خرسند و مفتخر هستم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم در شام اولین روز هفته در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم که شما هم با ما در این برنامه همراه باشید و این برنامه برای شما سودمند باشه. امشب در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر روحانی هستیم با بحث قرآنی، حکمت‌های قرآنی، نصیحت‌های پدرانه لقمان حکیم. سلام علیکم جناب روحانی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام و همچنین سلام و تحیت دارم محضر شما و همچنین خدمت بینندگان محترم. انشالله که خدای متعال توفیق بده که ما هم پذیرای مواعظ و نصایح باشیم و مهمتر از همه بتونیم این مواعظ رو در میدان عمل با کار ببندیم انشاءالله. اما قسمی که خدمت بینندگانم اعلام کردم، شنبه های ما که شروع هفته هست متبرک و متیمن است برنامه به وقت بیداری با بحث قرآنی و امشب هم ما باز به برکت کلام شما سر دسترخوان پر نعمت و پر با برکت وحی می نشینیم و میریم سراغ اون نصیحت های پدرانه لقمان حکیم. بخشش در جلسات گذشته صحبت شد و ادامهش را امشب از زبان شما بشنویم که این نصیحت ها که در واقع چراغ راه ما میتونه باشه، زندگی ما را میتونه هدف و مقصدش را روشن کنه و نمایان کنه و دل و جان ما را از معارف قرآن سیراب کنه. بسیار بسیار خوشحال میشیم که ادامه ای بحث از زبان شما دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. بله، توفیقی هست بازخوانی نصایح جناب لقمان رو محضر بینندگان به بحث نشستیم. بله، لقمان در هدف گذاری کلی که در مواعظ خود مطرح کرده بود، ابتدا از بنیانهای فکری و اعتقادی شروع کرد، فرزند خور و به تبع تمام کسانی که پای موعظه او نشستند رو دعوت به توحید کرد و خواست که دنبال شرک نگردند. بعد از او هم آمد سری زد و انسان رو متوجه سرای آخرت کرد، از عملکرد آدمی و رفتار او در فردای قیامت مورد حسابرسی و بازرسی قرار میگیره، از این مطرح کرد. بله. و در گام سوم بیشتر نصایحی هست که ما جنبه عبادی رو در اون مطرح میبینیم. از نماز شروع کرد که یا بنی اقم الصلاة. توضیحاتی در خصوص این فقره محضر بینندگان محترم اشاره شد. بله. باز توصیه دومی در همین مواعظ عبادی داره، منتها با یک رویکرد جدید. نماز بیشتر رابطه انسان با خداست. نماز بیشتر جنبه فردی داره، یک عبادتیه. بله. که شخص خودی و داره یک کار را انجام میده، انسان اقامه نماز میکنه، اون رابطه خود رو با خدای خود مستحکم میکنه. این تقویت اون دینداری در جنبه فردی است. اما ادیان الهی تنها انسان رو به این دعوت نمیکنن که رابطه خود رو با خدا در جنبه فردی تقویت کنه، بلکه باید در بعد اجتماعی هم انسان به دین و دیانت اجازه حضور و ظهور بده. بله. لذا خیلی از توصیه‌های دینی رو انسان میتونه در متن اجتماع مشاهده کنه.
از جمله اونها همین توصیه دوم عبادی است که لقمان مطرح میکنه و از فرزند خود میخواهد که فرزند من و امر بالمعروف و نهى عن المنکر، در زندگی به همون میزانی که دغدغه کارهای عبادی فردی داریم باید به فکر دیگران هم باشی. اگر تو خوب هستی باید به فکر خوبی در دیگران هم باشیم. بله، این هنر نیست که انسان فقط گلیم خود رو از آب بیرون بکشه، بلکه هنر اینه که دست غریق و افتاده رو آدم بتونه بگیره. بله، امر به معروف و نهی از منکر داره کم به کم همین مهم رو بره انسان عملی میکنه. ما باید دیگران رو هم دعوت به نیکی ها بکنیم و ما باید دیگران رو هم از تمام منکرات و کارهای زشتی که عقل و شرع و عرف هیچ گونه تأییدی نسبت به اونها ندارن، ما مردم رو نسبت به اینها نهی کنیم. مثل دستوری که در سوره مبارکه والعصر خدای متعال مطرح کرد که انسانها همه در حال خسرانن، سرمایه های اینا کم کم داره از دست نمیره. بله، ان الانسان لفی خسر. بعد اما چهار مسیر رو مقابل بشر باز کرد که عمل و التزام به این چهار مسیر میتونه خسران رو از آدمی دور کنه. اول شستن دل و جان با نور ایمان، دوم انسان عملگرا هم باشه، هم ایمان هم عمل. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، خدا خیر بده. در گام سوم و چهارم خدای متعال مایه بعد اجتماعی کارکردهای دینی رو مطرح کنه. لذا میگه تو ایمان آوردی، عمل صالح هم انجام دادی، خدا قبول کنه، یعنی خود تو خوب بودی. حالا نوبت این است که خوبی رو در دیگران هم ایجاد کنی. و تواصوا بالحق، هر چیزی که ثابت است، هر امری که حق است و حقیقت است و بهره از واقعیت داره، باید انسان با زبان گفتار و با زبان رفتار به این حق فرا بخوانه، به این حق دعوت کنه. بله، امر به معروف و نهی از منکر هم میتونه در همین راستا قابل تعریف و تبیین باشد. لذا لقمان میگه بعد از این که آمدی تو بر سر سجاده بندگی و عبودیت نشستی، اقامه نماز کردی، به نماز بست، قامت که نهد به ارج پاران، این را انجام دادی. حالا فرزند من، دل بند من، جگر گوشه من، نباید نسبت به پیرامون خود آدم بی تفاوت باشه، بی اعتنا باشه. بله، ببینیم که خیلی از واجبات زمین مانده اما بگیم با ما ارتباط نداره، یا ببینیم خیلی از منکرات در اطراف ما متاسفانه به شکل علنی داره بله انجام میشه، بعد ما بگیم آقا جان من اگر خوب و اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. درست، معارف دینی ما چنین مسئله ای رو بر نمیتابه، بلکه انسان باید حتما امر به معروف کنه، دعوت به نیکی ها کنه، دعوت به تمام خیرها بکنه. و قرآن چقدر زیبا میای مطرح میکنه در سوره مبارکه آل عمران، میگه شما بهترین امت ها میتونید باشید، کنتم خیر امت، ما امت پیغمبر آخر الزمان میتونیم بهترین امت باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر ما خیر الانبیا هست، خیر المرسلین ده، یعنی بله، و در کنار اون وحیی که به همین پیغمبر فرو فرستاده شده، به دل و جان این پیغمبر نشسته و این پیغمبر هم بدون هیچ دریغی این وحی رو در اختیار مردم داره قرار میده، بهترین وحی الهی است. قرآن الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، بهترین پیغمبر و بهترین محتوای دینی داره ارائه میشه. اگر من هم دنبال روی این پیغمبر باشم، اگر من هم این محتوای اصیل دینی رو در دل و جان خو جایی بدم، او زمان من میشم کنتم خیره امت، بهترین امت ها شما خواهید بود. البته این متوقف بر این است که انسان امر به معروف کنه. ما زمانی بهترین امت ها میشیم که اهل اقامه امر به معروف باشیم، اهل نهی از منکر باشیم. لذا در این آیه میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر چقدر زیبایه. بعد میگه و تؤمنون بالله، با اینکه ایمان قطعا باید سبقت داشته باشه بر ایمان بر امر به معروف و نهی از منکر، اما در لفظ شما اول امر به معروف و نهی از منکر رو میبینین. خدا میگه راه این که شما بهترین امت بشیم اول اینه که امر به معروف و نهی از منکر کنین. بله در کنار باید ایمانم داشته باشه. برخی از مفسرین میفرمایند علت تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان در این آیه، بله در این آیه، به خاطر اینه که انسان به اون ایمان واقعی نمیرسه مگر اینکه امر به معروف باشه. اون ایمان واقعی زمانی در وجود آدمی متبلور میشه که من ناهی از منکر باشم. اگر منکرات رو میبینم پرخاش کنه انسان، فریاد بزنه، دیگران رو نهی نسبت به این مسئله کنه، البته در چارچوب صحیحی و تو اما با ادب، تو اما با فرهنگ صحیح. حالا بس میرسیم انشاءالله، اجازه بدین که وقفه داشته باشیم. دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به دیدن میان برنامه کوتاه. بسیار خوشحال هستیم که شما همراه ما هستید. شما بیننده برنامه به وقت بیداری هستید و خرسند هستیم که آنچه تقدیم شما میشه برای شما هم سودمند باشه و ما این رو متوجه نمیشیم مگر اینکه شما نظر بدین، شما نقدتان و پیشنهادتان با ما مطرح کنید. پل ارتباطی ما هم هست در واتساب و تلگرام مثبت 964-780-255-4013. پس این ارتباط با ما دو طرفه بسازید و از همین طریق با ما مرتبط شوید. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و بحث ادامه بدیم. بله جناب دکتر روحانی بزرگوار، خب چرا در ادبیات قرآن و روایات به جایی که می گفت ما امر به معروف و نهی از منکر کنید نگفته امر به واجب و نهی از حرام بکنید، بلکه یک واژه جدید، یک تعبیر جدیدی در فرهنگ دینی اضافه شده که امر به معروف و نهی از منکر؟ در واقع می خوام بگم که این معروف مساوی با هم واجب نیست، یا او طرف منکر مساوی با حرام نیست که اگر به جایی بگیم امر به معروف و امر به منکر، نهی از منکر بگوییم امر به واجب و نهی از حرام؟ بله اصلا سوال خوبه. نکنین اگر ما معنایی از معروف و یک معنایی از واژه منکر رو بله بتونیم ارائه بکنیم، شاید یک مقداری سوال حضرت رالی رو به ذهن انسان نزدیکتر کنه. معروف یعنی چیزی که میشه شناخته شده است. ما در ادبیات، چی ادبیات عرب چی هم ادبیات فارسی، بله، وقتی که تقسیمات اسم رو میان معرفی میکنن میگن گاه اسم معرفه هست یعنی نکره است، بله، و زمانی هم این اسم نکره هست یعنی برای ما ناشناخته است. بله معروف هم از همین واژه هست، از همین ریشه هست. معروف یعنی اون چیزی که شناخته شده. حالا معیار شناختن و میزان شناختن و ابزار شناختیه میگن در نزد عقل و یا شرع و یا عرف، یعنی این سه تا میزان اقلا. بله این سه تا میزان او رو بشناسن، تایید کنن. منظور از شناختن هم فرمودید یعنی تایید کنن. بله چیزی که عقل او رو تایید میکنه، عرف مصطلح مردم او رو میپذیرد و از طرفی صحت شرعی هم پای این قضیه هست، این میشه معروف. حالا خیلی از چیزها که ممکنه واجب باشه ممکنه واجب هم نباشه. احسنتم. مثلا این رو عرض کنم که خیلی از مسائلی که در معروف تعبیه میشه واجب هم هست.
اما این گونه نیست که هر چیزی که معروف باشه حتما واجب هم باشه. نه خیر، خیلی از چیزهایی که عقل و شرع و عرف میآیند او رو معرفی میکنن، او رو میشناسن، او رو توصیه میکنن یا به شکلی تأییدی نسبت به او دارن، معروف هست اما واجب نیست. میتونه در مقوله استحباب جایی بگیره یا میتونه حتی عمل مباحی باشه. یا در خصوص منکر الزاما نباید حرام باشه. منکر یعنی چیز ناشناخته، یعنی عقل او رو تأیید نمیکنه، ناپسند و تأیید ناشده. بله، شریعت هیچگاه او رو تصحیح نمیدانه و عرف عقلا هم صحت او رو تأیید نمیکنن. این میشه منکر. خب حرام مهمترین منکر هست، مهمترین مصداقش. گاه هست عملی منکر هست اگرچه که حرام نیست، میتونه مکروه باشه، نسبت به مرتبه ایمان انسان داره. مثلا چیزی که در باب مراتب تقوا گفته میشود، اینجا هم همین مسئله هست. بله. به هر حال کسی که ما یه امر به معروف کنه و نهی از منکر بکنه و این واجب دینی رو بتونه به یک شکلی عملی انجام بده، اولین شرطی و شناخت معروف و منکره. یعنی آمر به معروف و ناهی از منکر باید معروف شناس باشه، منکر شناس باشه، بتونه معروف رو از منکر بازشناسی تا کنه. کارش سرچپه نشه و امر به منکر و نهی از معروف انجام نده. بله، در صدر اسلام کسی از کنار خانه رد میشد، صدای موسیقی به گوشی رسید، صدای تار، بله، تنبک. از دیوار اینو بلند شد، دید زن و مرد کنار هم نشستن، گفت اینا نامحرمن. چیزایی هم مقابل اینا بود، بوتل آبی، گفت حتما اینها دارن شراب میخورن، نامحرم هستن. مطرب هم اینجوگا گرد به گرد هست و از طرفی شراب هم دارن میخونن. اینها آدم های فاسقی هستن. خود خود از دیوار انداخت، آمد بلای جان اینا شد، اونا رو لتوکوب کرد. خانومی که اونجا بود گفت که اگر به زعم و تصور تو ما کار حرامی رو انجام دادیم، کار تو از کار ما حرام تره. اولا خدا گفته ولا تجسسو، چرا تو آمده تجسس کردی؟ خدا گفته وادخل البیوت من ابوابها، چرا تو خود رو از دیوار انداختی؟ گفت ما دو تا مرد و زن، زن و شوهریم، عقد شرعی به این ما خونده شده و این ظرف آبی هم که تو میبینید درونی آب هست، اشکال نداره. انسان نوشیدن آب که محدودیتی برای او نداره. تنها کاری که به تصور تو حرامه همین تاریه که ما دارم برای شوهر خود مینوازم، نوازندگیست که ما دارم برای شوهر خود میکنم. بله. اما تو آمدی چندین منکر را انجام دادی. خب علت چی بود اینجا؟ شخص تشخیص نداده بود که کار اینها معروفه یا منکره. بله. کار اونها منکره و کار خود رو داره تصور میکنه که حتما معروف هست. نکته ای که اشاره کردید در واقع بسیار سردوچار هستیم امروز، چی به صورت افراد جامعه، چی حتی ممکنه در یک سازمان یا نهادی که متولی این کار، یعنی امر به معروف نهی از منکر باشه. خیلی وقتا هست که ما به جایی که بیاییم چشم درست کنیم، ابرو را درست کنیم، میایم چشم کور میکنیم. بله. و نتیجه عکس میگیریم، روش های غلط یا افرادی که صلاحیتی کار نداره میایم متولی کار میشه و نتیجه شده دینگریزی، به جایی که ما بیاییم مردم را به دین تشویق کنیم، اونها را به دین دعوت کنیم و دعوت ما نتیجه بده، کار برعکس میشه. پس اولین مسئله ای که آمر به معروف و ناهی از منکر باید مد نظر داشته باشه، در پیوست سوال حضرت عالی دارم عرض میکنم، باید معروف شناخت منکر شناخت و معرفت نسبت به معروف و منکر داشته باشه. و در گام دوم این است که از روش صحیح استفاده کنن، گاه نا کنن یک حرف درست داره مطرح میکنه اما با درشتی، حرف درستیه. بله. اما شیوه القاء این حرف درست متاسفانه درشته. گفت درست است پاسخ، ولیکن درشتی نماید نخست. این حرف از آدم قبول نمیکنن. خدا وقتی که خواست حضرت موسی رو بفرسته پیش
فرعون، هم موسی، هم هارون، دو تا پیغمبر بزرگ الهی بله. و قرار بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر را همینا بیان انجام بدن. اما جالب، خدا گفت جناب موسی پیش فرعون که میری نرم و ملایم صحبت کن، شیوه امر به معروف و شیوه فراخوان تو زیبا باشه. دعوت به معروف باید خودش هم معروف باشه دیگه. بله. نه اینکه ما بیایم به خاطری که به کار دعوت به کار معروف کنیم، خود ما رویش ما منکر باشه و قطعا نتیجه نمیده. قرآن میگه و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، یعنی ما به خاطر این که بیایم یک کار صحیح را انجام بدیم هیچگاه وسیله خلاف استفاده نمیکنم. بله. نمیشه ما با انگیزه تولید معنویت و انگیزه این که مردم رو دعوت به سوی دین بکنم یک کار خلاف دینی بیایم انجام بدم. بله. پس نها کنیم شیوه امر به معروف و نهی از منکر هم بسیار بسیار باید مد نظر باشه که محتوا وقتی که درسته است ما شناختیم، حالا در یک قالب صحیحی هم ما بتونیم امر به معروف کنیم که خدای نکرده باز به جای این که پذیرش تولید کنه رد و انکار رو متاسفانه به ثمر ننشاند، به جای این که اقبال باشه ادبار نسبت به دین و دیانت تولید نکنه. و در کنار همه اینها باید انسان شرط تأثیر رو هم مد نظر بگیره. شرط تأثیرش چی است؟ به معنای اینه که خب گاه طرف آنقدر از دین و دیانت دوره و ما هر چه بیاییم بری او بگیم همون است که گفت بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. تأثیری نداره حرف ما و حرف خیلی از افراد وقتی که او رو میایم دعوت میکنیم به امر به معروف و به ترک منکرات، این حرف رو قبول نمیکنه، این حرف رو نمیپذیره. اینجا که میفهمان دیگه وجوبی در کار نیست. درست. چون یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اینه که انسان احتمال تأثیر بده، طرف رو یک مقداری متحول بکنه. پیغمبران الهی وقتی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن این تأثیرگذاری هست، زمینه رو حتی اول فراهم میکنن. بله، زمینه ها وقتی که بستر و زمینه مساعد باشه عین یک تنور گرمه، وقتی که تنور داغ باشه شما خمیر رو بزنیم میگیره دیگه نه؟ بله بله. اما اگر تنور سرد باشه شما خمیر موعظه رو بیاییم بچسبونیم هیچگاه نمیچسبه و درست. قبول نمیکنه. دل آدم هم همین رقمه. قرآن میگه عده ای هستند که ثم قست قلوبهم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه. برخی از دلها دل نیه، سنگ شده و آنقدر قساوت قلب در اونها جای گرفته که هیچ چیزی نمیتونه اونها رو تحول ایجاد کنه، در اونها تغییر ایجاد بکنه. اینجا دیگه ما مأمور به امر به معروف و نهی از منکر نیستیم. لقمان به فرزند خود توصیه میکنه، فرزند من در بعد اجتماعی هم شما باید فعالیت داشته باشی، اگر خودتو خوب هستی خوبی رو در دیگران هم ایجاد کن. تو از منکرات فاصله گرفتی، بخواه که دیگران هم همین رقم باشم. لذا فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. عن المنکر. بسیار عالی. اجازه بدین باز هم یک وقفه داشته باشیم، باز برمیگردیم خدمت شما ادامه بحث. دعوت میکنم به دیدن میان برنامه. بسیار سپاسگزار هستیم که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. خب بس چطوره موضوع امر معروف نهی از منکر؟ شما هم آیا اهل ای واجب هستید یا نه؟ چی خاطره ای دارید؟ احیانا اگر اهل امر معروف نهی از منکر هستید
چی واکنشی از طرف مقابل دیدید، یا ممکنه کسای دیگه شما را امر به معروف و نهی از منکر کرده باشه ولی رویشش نابجا بوده، یا خودش او شرایط لازم نداشته، شناخت درستی از معروف و منکر نداشته. در این قضیه شما اگر خاطره های دارید، تجربه های دارید، با ما در میان بگذارید، میتونید صدایتان بفرستید، بسیار خرسند میشیم. خب جناب روحانی بزرگوار، آیا در قدم اول وقتی که ما کسی را میخواییم امر به معروف نهی از منکر بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم؟ لازم است سطح درک و معرفت آشنا و آشنایی اون شخص با دین و ارزش ها و واجبات و تکالیف دینی را در نظر بگیریم، یا ای که نه، هرچی که هست تمام و کمال ما باید یک بسته ای را آماده کنیم و هر آنچه که مثلا فکر میکنیم معروف هست، هر آنچه که فکر میکنیم منکر هست، نور در همون مرحله اول به او آموزش بدیم. بله، خدمت شما عرض کنم که امر به معروف و نهی از منکر جز اون واجباتی که انسان باید مرتبه بندی رو در اومد در نظر بگیره. گاه خدای متعال این رو از باب این که به ذهن نزدیک بشه دارم عرض میکنم، خدای متعال در قرآن میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید. سیاست شیطان گام به گامه، سیاست تدریجی داره، کم به کم میای انسان رو منحرف میکنه، از کم شروع میکنه شیطان اما هیچگاه به کم بسنده نمیکنه. درست، سیاست تدریجی داره. بله، در امر به معروف و نهی از منکر هم باید امر به معروف و نهی از منکر باید همین سیاست مد نظر بگیره، یعنی دارای مرتبه هست. مرتبه اول اینه که اگر منکری در مقابل انسان شکل میگیره، انسان در قلب خود نسبت به این عمل راضی نباشه، به یک شخصی ظلم میشه. من اگر در دل خود راضی به این ظلم ظالم بوده باشم، این درست نیست. اولین مرتبه منکر اینه که در دل جان خود نسبت به این کار باید بیزاری بجویم. بله، براءت و بیزاری نسبت به کار داشته باشم. آمد معذر امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد آقا جان، کسی که آمد و شطور حضرت صالح رو پی کرد و کش چند نفر بوده؟ امیرالمومنین فرمودن یک نفر. گفت اگر یک نفر بوده چرا قرآن آمده گفته فکذبوه و فعقروها؟ آمدن شطور حضرت صالح که معجزه او بود با فعل جمع تعبیر بله. کرده قرآن، از فعل جمع استفاده کرده. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه از فرمودن ای رو به شکل جمع آورد به خاطر که دیگران هم به این کار راضی بودن. عمل زشتی یک منکری قرار بود شکل بگیره، یک فاعل بیشتر ندیش، اما مابقی هم که نگاه میکردن راضی به این کار بودن، لذا همه رو با هم خدا داره مطرح میکنه، همه رو یک کاسه داره میای مطرح میکنه. پس گام اول امر به معروف و نهی از منکر اینه که اگر منکری رقم خورد، در دل انسان نسبت به این کار براءت داشته باشه، بیزار باشه نسبت به این مسئله. بعد از این گام، گام دوم اینه که انسان بتونه در اعضا و جواره و زبان خو این نفرت و این بفرمایید بیزاری رو نشان بده، که اولین حالت هم اینه که آقای کار را نده. البته باز هم دارم عرض میکنم با همون ادبیاتی که زیبنده امر به معروف و نهی از منکر هست، یعنی باید این منکری که داره شکل میگیره یا نه از اون طرف واجبی که داره زمین میفته و منکری که عمل میشه، انسان با زمان بیایه تبلیغ کنه. در دل بود اما وقتی که قرار هست ظهور و بروز پیدا کنه، در گفتار و رفتار ما تجلی پیدا میکنه. گام دوم امر به معروف و نهی از منکر زبانیست. بله، یعنی انسان باید با زبان خوب بیایه نسبت به این کار اعلام بیزاری کنه، بگه انی بری ام ما تشرکون. و چقدر زیبای این آیه، حضرت ابراهیم بعد از این که میبینه پدری و جناب آذر که کسی بود که او رو بزرگ کرده، بله، استاد و معلمی بوده، پدر واقعی او نبوده، پدری از عالمان و از موحدان بوده و نامی هم تاروخه، بله. اما این شخص که قرآن از او یاد میکنه اسمی آذره. خب
بعد از این که هرچ ابراهیم گفت او دست از بت پرستی و بت سازی بر نداشت، گفت انی بری ام ما تشرکون، من از این کاری که شما دارید میکنید نفرت دارم، بیزارم. نگفت از تو، از کار، از کار. و این خیلی مهمه، و این خیلی مهمه. گام دوم اینه انسان صف خود از اونها جدا کنه. خدا به پیغمبر هم میگه فلا تقعد مع مثلا بعد الذکر و مع غافلین، بعد از اینکه متوجه شدی این کار رو دارن میکنن دیگه همراه اونها نباش. بله، این در گام دوم. به اوج مرحله سوم هم اینه که انسان در عمل بیایه بین خود و اونها صف بندی ایجاد کنه، در مقابل اونها بیسته. همون که قرآن گفت هاذانه خصمان اختصموا فی ربهم، یعنی با زبان عمل و با زبان رفتار بیای انسان عملا امر به معروف کنه، عملا بیای نهی از منکر کنه. مثل حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که میبینه او جایگاهی که زیبنده اوست، یک انسان الهی، بله، یک مرد آسمانی از نسل و تبار پیغمبر باید در این مسند و جایگاه بیایه، اما یزیدی آمده که رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل و نفس المحترمه، آنچه بدها همه دارن یک جا یزید داره، او داره یک کارو میکنه. فرمودن دیگه اینجا زمان زمان خاموشی نیست. بله، و حسین فرمود اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر. خب امر به معروف و نهی از منکر هم که میکنه تنها که با زبان نبوده که بگن یزید این همه خلاف رو کنار بگذار، این همه معروفی که تو ترک کردی اینها رو بیا انجام بده. نه، امام حسین علیه السلام با عمل خو آمدن امر به معروف و نهی از منکر کردن، با عمل خو فرمودن که الم یستقیم دین و جدی الا به قتلی فیا سیوف و خزینی. درست. البته خب اینجا خب نکته ای که درباره امام حسین یزید هست مرزها کاملا مشخص است، ولی اگر ما بیم کاربردی تر در سطح خرد و جامعه فعلی خودمون بحث کنیم، که در سطح جامعه مثلا اینجا پدر با پسر هست، یا ممکنه این قوم بین قوم خیشا ممکنه امر معروف نهی از منکر صورت بگیره، شریک با شریک، مثلا همسایه دکان با همسایه دکان، همسایه با همسایه. خب اینجا آیا این سطح منجر به درگیری و نزاع و زد و بند و اینها نمیشه که از اون طرف خب با قیمتی که بیم امر معروف انجام بده یا نهی از منکر بکنه، بیار رابطه های همسایه داری، رابطه های خویشاوندی، رابطه های همسایه دکانی و رابطه های روابط اجتماعی که برای حیات اجتماعی انسان ها مهم هست، اینجا اختلال ایجاد شود؟ در این قسمت اگر یک روشنی بیندازش. این ربط به همون شیوه ای داره که من عرض کردم، باید امر به معروف خودی و معروف باشه. خب آخه گاه کسی داره نهی از منکر میکنه، اما بله، این نهی از منکری و حقیقتا مستار. خب تصور این هست که ما از یک جایگاه برتر باید او را دستور بدم امر کنم یا نهی کنم، و معمولا هم قسمی فکر میکنه که امر نهی تا چاشنی از خشونت درش نباشه و تاثیر نمیگذاره. یعنی چون این تصوری معمولا در این جامعه وجود داره، حالا درست یا نادرست شما بگید. شاید این رسوبات غلطی باشه که گاه متاسفانه در ذهن انسان نشسته باشه. ما به عنوان عامر به معروف خود رو از طرفی که این کار رو انجام نمیده، این معروف دینی رو ترک کرده، ما خود رو بهتر بدانم، اما غافل از این که شاید در این معروف او دستی و کمی از ما عقب باشه، اما در هزاران عرصه دیگه از ما پیش باشه. پس کار آسانی هم نیست که مثلا هر توصیه کنیم بدون در نظر گرفتن صلاحیت ها و شرط و شروط. بله، از فرداش بلند شود و کوچه و بازار به زن خودش به امر معروف و نهی از منکر بکنه. در ادامه همه آیه‌ای که از یا بنی اقیم الصلاة شروع شد و امر معروف و نهی از منکر توصیه فرمود، یه توصیه دیگه هم هست که همه آیه رو می‌خویم امشب بحثش تمام شود و توجه به چند دقیقه‌ای که ماندیم، توصیه به صبر هست، مخصوصا سوره والعصر هم که اشاره کردید جمله آخرش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هست. ظاهرا بحث صبر هم امشب برای ما مطرح هست و اگر این رو هم اشاره بفرمایید بسیار عالی. اگرچه که خب یک فضای جدیدی رو لقمان در ادامه آیه باز میکنه، واصبر علی ما اصابک، حالا در حدی که فرصت برنامه باقی مانده. نکنن انسانی که خواسته باشه اقامه نماز کنه سخته،
انسانی که خواسته باشه خوبی ها رو در دیگران هم توصیه کنه، بله، بدی هایی که در دیگران هست رو بیای نهی کنه، قطعا سختی داره. اینجا اگر انسان بخواهد میدانداری کنه، بخواهد پایداری کنه، بدون مدد گرفتن از صبر امکان نداره. لذا لقمان بعد از این که امر به نماز کرد، بعد از این که امر به معروف و نهی از منکر رو پیش کشید، بعد میگه فرزندمه اگر ما یه دوتا توصیه عبادی به ثمر بنشینه، حتما حتما باید اهل صبر باشی. راه به ثمر نشستن اون اقامه نماز و این اقامه امر به معروف و نهی از منکر اینه که در حوزه اخلاق هم تو صبوری کنی، تو شکیبایی داشته باشی. صبوری که لزوما به معنی دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه تحمل زحمت هست دیگه. بله، صبر به معنای اینه که انسان در ظرف مشکلات بهترین تدبیر رو بسنجه و بهترین راه رو بره برون رفت از این مشکل تدبیر کنه و بیای او رو عمل کنه. صبر یک امر وجودیه، نه یک کاملا فعالانه است، نه منفعلانه. پس خدا شما رو خیر بده. رو همین جهت خدای متعال اصلا در قرآن میگه شما از صبر مدد بگیرید، واستعینوا بالصبر والصلاه. اگر صبر یک امر عدمی باشه، من چی رقم از چیزی که موجود نیست کمک بگیرم و کمک بطلبم؟ پس نها کنین، باید یک معنای صحیح تری رو ما از صبر ارائه بکنیم که این صبر بتونه ما رو در مشکلات و در مخمسه های زندگی راهبری کنه، ناخدای کشتی عمر و زندگی ما باشه. لقمان به همی هم توصیه میکنه، از این که میگه واصبر علی ما اصابک، یک فضای جدیدی در مباحث اخلاقی میای مطرح میشه. صبر در مصیبت اینجا منظور، بله، هست دیگه. واصبر ما علی اصابک، واصبر علی ما اصابک، یعنی در مقابل آنچه که به تو میرسه، چیزهایی که در زندگی بر تو تحمیل میشه، سختی های روزگار، تو باید یک مقداری صبوری کنی. که البته در فرض صبوری کردن و صبر پیشگی، حتما حتما به اون ظفر و پیروزی هم تو دست پیدا میکنی. مباحثی داره که اگر انشاءالله صلاح بدونین در نوبت های آینده بحث میکنی. انشاءالله بسیار سپاسگزار هستیم که با بیان شیوا نکته های اخلاقی و نصیحت های پدرانه لقمان حکیم برای ما مطرح کردین. امیدواریم که ما هم آویزه گوش ما کنیم و چراغ راه زندگی خودمون قرار بدیم. از شما هم سپاسگزار هستیم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید، همراه با کارشناس محترم. شب خوب و خوش و آرامی را برایتان آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باشه.